بقیهشو میخوان چیکار کنن. دنیای من، چشمای من، این دل من، این عمر من میسوزه. گریه نکن عزیز من. یادم نمیاد شعرشو، ولی خب چون عوض کردن چند تا کلماتش. نمیفهم چی میگی. آه نه دیگه، اونی که هم میدونن که. حالا یه نمونه رو گفتم چون اسمامو نزده هستم پای کار. آره خب 100% همه موافقن. کسی از قشر من 100% ضربه میخوره که وقتی قانون کپی رایت نباشه. هیچی نداره، هیچی از نظر مالی نداره. هر کسی هم هر کاری بخواد میتونه بکنه. باز تازه سبک من یه جوریه که شاید هر کسی نمیتونه از آهنگای من برداره. آهنگ موسیقی راک همش درگیره دیگه، این درگیره همش، درام، گیتار، لید، همه با هم درگیرن و در این حال مچ. حالا این وسط این خواننده است که باید اون وسط بتونه یه حرکتی بکنه. یکی از دلایل ناموفق بودن خیلی از گروه‌های راک همین قضیه بود که همش می‌خواستن با آرامش با این موسیقی برخورد کنن. موسیقی، ببین موسیقی هر خواننده مال گذشته‌شه. منم حس دیگه، احساسه. من اگر توی یه زمین سنگ و کلوخدار با یه حصیر خوابیده باشم، هیچ وقت احساسم با یه نفری که روی تخت خواب مثلا 12 میلیون تومانی از نمیدونم پر قو و فلان و اینا درست شده، از اون کسی که اون تو خوابیده، خب با اون، با منی که مثلا اگر مثلا فلان جا یا همچین جایی خوابیده باشه، خب هیچ وقت احساس اون با من یکی نیستش که. خب من شاید حالا حتما تو اون حسیره و سنگ و کلوخه نخوابیدم، ولی شاید مثل خیلی بیشتر از خیلی ها سختی کشیدم. این گذشتمه. همیشه دوست داشتم یه خواننده‌ای باشه، همیشه دوست داشتم یه خواننده‌ای باشه من کارشو گوش کنم. فکر نمی کردم که خودم قرار باشه یه روز این کارو انجام بدم، که یه نفر باشه که خشن باشه، یه خشن در عین لطافت، یعنی هم قصه بخوره هم قدرتمند باشه، قدر باشه رو مشکلات، له کنه سختی ها رو. این موسیقی ذاتش همینه، راک دیگه یعنی سختی، متال دیگه یعنی آهن. بازم گفتم کاری که من تولید کردم، حالا حتما من، خود من نیست، بالاخره تنظیم کننده های منم سهم گسترده‌ای داشتن توی این آلبوم ها. شاید اصلا یکی از عوامل روح بخشی به این سبک همون تنظیم کننده ها بودن که نوع این سبک رو مشخص کردن. بعد موسیقی باید به انسان یه چیزی درس بده از هر نظری. فقط باید بتونه واسه انسان توی مرحله راهگشا باشه. موسیقی خوب از نظر من خوندم 6-8، البته راک خوندم 6-8، یه ذره ایرانی داره، ولی خب نه اونقدر کرشمه ای نه. اگرم بخونم حتما توش یه دستی میبرم که خیلی تغییر کنه. آخرین آلبومم فادر آف راک یا اون پدر راک، که در حال حاضر آخرین آلبومم دیگه. دفاع نمی کنم از پدر راک بودن، از پدر راک شرق بودن دفاع میکنم، ولی چون توی فستیوالای آسیایی این قضیه رو باور دارن. بعد این پدر راک، گفتم راک و
یه گروه هایی بستند و تموم کردن. چی میگن؟ این گونی مونه که پرش کردن و درش رو بستن دیگه تموم شده. این پدر راک به خاطر من یه دو بیتی که توی شعرم داشتم که میگفت من پدر راکم از دیار خاکم. نمیتونستم بگم من پدر راک شرقم از دیار خاک شرقم. خب کلامش با هم یکی بود. بعد یه دفعه تصمیم گرفتم، نمیدونم، همینطوری دوست داشتم، مثلا این اسمو دوست داشتم. اتفاقا خیلی هم چی میگن، خیلی ها قبول نکردن، خیلی هم قبول کردن، خیلی ها قبول کردن، حالا کار ندارم مثلا. ولی خب خودم دارم میگم که من تو ایران راکو تزریق کردم، راکو تو ایران من تزریق کردم. آقایون گروه های راکی هم که نگرانن یا ناراضین از این که چرا من شدم پدر راک، حالا گروه های راک که نه، من شنیدم که خیلی از همین گروه های رپ و گروه های پاپ و اینا هم کلن خیلی ها با این قضیه مشکل دارن. ولی خب یه ذره دقت کنید متوجه میشید که راک دست کیه تو ایران. ساز، گیتار، باس خیلی دوست دارم، ویالونسل از این بزرگا، بعد دیگه هم گیتار هم دوست دارم تکمیل کنم. من گیتار باس خیلی دوست دارم، ویالونسل، بعد و تو آینده حتما گیتار اسپانیش رو هم دوست دارم به اتمام برسونم. آره من روان شناسم، همه تون رو خوب میشناسم، همه تون مثل همینا میگین تو سختی باهاتم، اما اینا همه حرفه، تو عمل یه جوری ظرفه، ظرفه تو خالی و پوچه، توی تنها اینا پوچه. اگه درد و دل تو داری نگو دیگرون حریصن، همه منتظر نشستن تا تو بشکنی بخندن، به خدا کارت که گیره کسی دستت نمیگیره، همه تنها این خسته، سختی ها باید بمیره. مرسی از شما. حرف آخر. دوستتون دارم، عاشقتونم، تا هر وقت که قدرت داشته باشم برای شما حتما میخونم.